خب اینا پنبه های خامی هستند که من توی نساجی. یه توضیح براتون بدم که اینجا چی بچه. اینجا در واقع برای حلاجیه. خب یه خط اول داریم. خط اول کجاست؟ اون ور. دستگاه کمپلت از اون ور اومدن. خب ببینید که استفاده نمیشن. اینجا در واقع باید بیان روی خط. هر دستگاه یه PLC داره که توشیباست و مدلی که صرفاً دیجیتال آیو داره. اوکی؟ اینجا یه دونه داریم، اونجا یه دونه داریم، اونجا یه در واقع یونیت استارت اونجا داریم. اگه ببینید یه دونه هم اینجا که در نقش مثلا یونیت مرکزیه داریم که اگه بهتون نشون بدم اینجا که در تابلو بازه، مهندس حسینی مشغوله عکس برداری. خب تمام این PLC ها حقیقتا باید باز بشن، همه اینا بیان، همه توی شبکه درجه یک به هم کانکت بشن و کارو با یه PLC واقعا میشه هندل کرد. درست میگم مهندس؟ بله مهندس جان. باقیشو با چی جمع کنیم؟ آیو آر رو با ریموت آیو. تمام. ما داریم اینجا آفر زیمنسی میدیم. سری 300 رو میخوایم آفر بدیم بهشون. اگه سنسور پنل داره، سنسور پنل رو احتمالاً مثلا یه چیزی 314C رو دی پی میذاریم و تک تک پنل ها، تک تک دستگاه ها چی میشن؟ یه ET200 توشون قرار میگیره، حالا 200M یا S و به صورت مجزا کنترل میشن. یه شبکه حالا MPI پروفیباس یا پروفینت میزنیم با سالان اون بر که احتمالاً پروفینت بروز بود. بستگی داره شنا مهندس کاشانی گل از اساتید ما در صنعت نساجی هستن. دمشون خیلی. آقا این ور که راه افتاد بعد این ور کانکت میشه به لاین اینجا، این در واقع خروجی کار. خب از اون بالا میاد، از این کانال ها میاد داخل این دستگاه. خب این دستگاه هم باز یه PLC داره، توشیباست، پیشرفته تر از نسخه قبلی است. چرا؟ چون این کارت آنالوگ داره، قابل توسعه است. اینجا دوتا درایو داریم. بعد بیم اینجا تا بهتون بگم. خب اینجا ما در واقع یه دستگاه داریم که کار PLC اینجا. خب نخ از اینجا میاد، یه سنسور اینجا قرار میگه مقاومتیه، شبیه خطکش مقاومتی و یه روتاری. اندازه گیری های زخامت رو اندازه میگیره، میده به اون PLC اون پشت. فیدبک میره PLC، محاسبات PIDش رو انجام میده و تغییرات دوباره اینجا اعمال میشه که این نخ بره برای ادامه کار. و این در واقع تجهیز همینطوری که میبینید تکرار شده. خب اینم پنل سوم PLC توشیبامون که فقط دیجیتال. اینم در واقع بحث سیفتیشه. خب ببینید اینجا ما در واقع قراره که این PLC کلن برداشته بشه و آنالوگ بیاد. خب اینجا یه خط تولید قراره باشه که پنبه ها بیان اینجا در واقع حلاجی بشن و برن انتهای خط. اینم دستگاهیه که براش در نظر گرفته شده. هر دستگاه خودش یه یونیت PLC داره که میان اینجا قرار میگیرن و کارو انجام میدن. لیست ها اونجا باشه. اگه لیست ام بذارید این هم دوباره همون PLC که تکرار شده اینجا با اونه یونیت که در زمانهای قدیم که ما HMI نداشتیم میمیکش و اینطوری ترسیم که آره که الان HMI بیاد اینجا ما ترندا رو داریم. علاوه بر این که اینا هم هستن بحث سیفتی هم میاد. خب نکنید اینجا دوباره از دستگاه هاست که همون یونیت تکرار شده. این ما نمیام واقعیتش اینطوری که دوباره همینا رو PLC شو عوض کنیم، همه جمع میشن یه PLC تمام این خط رو میتونه هندل کنه و با استفاده از شبکه و ET که میاد آیوها رو جمع آوری میکنه و همه رو میاد توی سنترال.
یونیت یا همون PLC مرکزی مون. باقی یه چیزا دست نمیخوره، یه سری تایمر مایمر اون برداشت اونا هضم میشن به این صورت. اینجا رو ببینید، چه به حال یه سری کلید داریم، پوش باتن داریم و اینا، سلکتر سویچ. ولی اینجا رو نگاه کنید، اینجا حالت ها که انتخاب میشه این LED ها روشن میشه، اینا دیگه برداشته میشه، اینا HMI میخورن. البته اینجا هم HMI نمیخوره، یونیت مرکزی، HMI که همه یونیت ها رو داخلش بتونیم ما مانیتور کنیم. اینجا یه تابلو کنترل داریم، میبینیم که روش پنل HMI کامفورت، داخلش هم یه اسوایپ. اسوایپ خیلی قدیمیه، تقریبا بر 20 سال پیش، اصلا واقعا نمیشه باش کار کرد، خیلی اذیت کننده است. من که اصلا کار نمیکنم، اگر اشتباه نکنم این سری 115ش بود، سری های پایین ترش هم هست، 105ش هم هست. و ولی دمش گرم، با اینکه تقریبا 20 خورده ای سال داره ازش میگذره، همچنان پرقدرت داره کارو جلو میبره و میبینید ختم هات و زنده است. خب اینجا بعد از اینکه پنبه ها حلاجی شدن میان اینجا، اینم که اون وارد کنترلی بود. یه درایو هم اینجا داریم، یک درایوی که برای شرکت آلمانیه که مهندسی که اونجا کار میکردم خیلی از دست شاکی بود، برند باملر، که به خاطر اینکه کانفیگش سخت و مثل اینکه مشکلات حرارتی زیاد داشت، به هر حال قدیمیه دیگه، این مدلش که اینجاست. بعدش هم که اون پنبه ها میان اینجا با یک PID خیلی خوشگل از روی اینا برداشته میشن، روی از این رولر برداشته میشه و داخل یه سری باکس عمودی با این PID کنترل قرار میگیرن. این هم حتی نیاز نبود باشه، با اون PLC میشد انجام داد، ولی خب S5 دیگه خیلی قدیمی. در نهایت همین باکس هایی که پایین میبینید وصل میشن به این دستگاه خیلی عظیم و تعداد بسیار زیادی دوک، که در نهایت محصول نهایی ما اینجاست. یه ربات هم داره که الان بهتون نشون میدم. بله، این ربات مسئول اینه که بیاد روی هر دوک و بعد از اینکه تموم شد نخو قطع کنه و ادامه این نخو برداره بذاره روی دوک بعدی. کاملا اتوماسیونی و رباتیه و تعدادشون هم، تعداد دوک هم خیلی زیاده. اگه تو تصویر بهتون نشون بدم نگاه کنید، کلی این دستگاه هست.